خانم پور عبدالعزیز، ما 2 هفته پیش، در واقع هفته پیش که برنامه نداشتیم، ولی 2 هفته پیش در مورد خشونت خانگی والدین به فرزندان صحبت کردیم و الان میخوایم در مورد فرزند به والد صحبت کنیم. بحث رو میخوام با شما اینطور شاید بهتر باشه شروع کنم. میدونم که شما مراجعه کنندگان بسیار زیاد و مختلفی هم داشتین، تجربه بسیاری دارین در این نمونه از خشونت، اما آیا انواع مختلف داره خشونتی که فرزندان نسبت به والدشون مرتکب میشن؟ بله، همچون که ما در بحث‌های گذشته در مورد خشونت گفتیم، مثل همه فرم‌های خشونت خانگی، خشونت در واقع کلامی هست، خشونت مالی هست و خشونت جسمیه و خشونت روحی روانیه. بله، انواع که میتونه در اعمال بشه از طرف بعد این انواع ربطی به سن فرزند هم داره؟ ببینیم، مثلا یه بچه 2-3 ساله که، یا بچه 5 ساله که نمیتونه خشونت مالی بکنه. وقتی ما مثلا از در واقع خشونت مالی و فشار مالی بر خانواده صحبت میکنیم، سن فرزندا طوری باید باشه که بتونن این نوع خشونت رو اعمال بکنن. و یا مثلا وقتی از خشونت روحی روانی صحبت میکنیم، خب معمولا برمیگرده به فرزندانی که در سنین بلوغ هستن یا بالغ هستن. ولی مثلا وقتی از خشونت جسمی صحبت میکنیم یا کلامی صحبت میکنیم، این بچه های خردسال هم در نظر میشه گرفت، شاملش میشن. معمولا مثلا یه سنی هست بچه های کوچیک هستن که خیلی شاید همه هرکس فرزند داره اینو شاید تجربه داره که معمولا بچه‌ای که حالا شاید 1 ساله 1 سال و نیم اینا باشه، شاید خشونت فیزیکی هم اعمال کنه در واقع. ببینید، یه سری من دارم میخواد که کسایی که این بحث رو گوش میکنن تفکیک قائل بشن بین چیزی که ما در واقع اونو رفتار نرمال میدونیم وقتی که بچه داره مراحل رشدش رو طی میکنه، و این رفتارهای کاملا طبیعی هست. پدر مادرها بازخورد میدن و سعی میکنن که در واقع این رفتارها رو تا حدی که میشه به عنوان رفتارهای مناسب سن بچه و رفتارهای مناسب رشد عاطفی نگه دارن. خب مثلا فرض کنید بچه ها بین سن 2 تا 3 سال با همه چی مخالفن، هی میگن نه. وقتی بهشون میگی مثلا نه نمیشه، هی مثلا میزنن تو رو. مثلا شما باید بهش بگین که من میبینم تو عصبانی، دوست داری که بهت بگیم نه، میدونیم که تو رو ناراحت میکنی، ولی تو نمیتونی بزنی ما رو. یا مثلا که بچه داره واقعا یکی رو میزنه، باید دست بچه رو بگیرین که نذارین بچه بعد یکی رو بزنه، ولی در این حال باید به رسمیت بشناسین احساس خشمی که بچه داره اون لحظه میکنه، یا سرخوردگی یا هر چیز دیگر رو سعی کنین بهش بگین. آها، عصبانی هستی، الان ناراحتی، مثلا الان نمیدونم لجت در اومده. و یه سری بچه ها مثلا شروع میکنن قهر کردن، مثلا توف به روی صورت پدر مادر کردن، یا فوش دادن، یا در کوبیدن، یا رفتن بیرون. خب بچه ها مثلا یه سنی وقتی که نمیتونن احساساتشون بیان کنن، ممکنه چیز بشکنن یا یه چیز رو پرت کنن یا مثلا دری بکوبن. باز هم اگر مناسب سن یه بخشیش میتونیم به عنوان خشونت نمیبینیم، به عنوان اینکه ممکنه بچه خیلی از دست ما عصبانیه، نمیدونی عصبانیتش چجوری باید عنوان کنه، و در واقع یک راهیه برای اینکه یک خشم سالمی رو میخواد نشون بده. حالا اون راه درستی نیست. ما باید به عنوان پدر مادر باز هم اجازه ندیم بچه بخواد یه چیزو بشکنه، پرت کنه، در بکوبه. باز هم بگیم تو حق داری عصبانی، تو الان میبینیم عصبانی، بیا بشین ببینیم از چی عصبانی هستی. خب در مورد چیزی که تو عصبانی کرده صحبت کنیم، نه که چرا عصبانی شدی. خب بچه عصبانی شده، حتما یه کاری کردین عصبانی شده، یه چیزی اتفاق افتاد عصبانی شده. حق نداری عصبانی بشی نداریم. حق داری عصبانی بشی، میشه به من بگی چی تو عصبانی کرده؟ فکر کنی که به جای اینکه چیزی پرت می‌کردی میتونی چیکار کنی. اگه میخواد میدونین، یعنی باید با بچه بخوایم مثلا نقش ما چی؟ نقش این که ما یه آینه ایم که بچه‌ها تو خودشون ما رو ببینن اصلاح کنن. ما قرار نیستش که بزنیم تو گوش بچه‌مون یا تنبیهش کنیم و بگیم بیا مثلا بی ادبی، بی تربیتی، این چه کاریه، مامانو ناراحت کردی، اگه این کار کنی مامان میرم دیگه نمیام، ما بعد دیگه مادر نداری. یا مثلا دیدین میخواد تهدید میکنی و بچه رو در واقع ناامن میکنیم با این تهدیدامون. در چه پس یه چیزی که باید حواسمون باشه، یه سری رفتارها هستش که مختزی سنه، اونها رو باید بدونیم تو چه سنی. هر سنی بچه ها دوست دارن حد و مرزهامو تا جایی که میتونن حد مرزامونو فشار بدن و بیشتر از ما چیز بگیرن. تلویزیون باید خاموش بشه، هی میگن نه، هی مثلا چه میگن، مقاومت میکنن، خاموش نمیکنن، صداشو میکنیم بیان غذا بخوره، نمیان. خب ما اینا رو باید، من همیشه به پدر مادرها میگم پایین پله وای نسید داد بزنید بگیم بچه بیا پایین. یا مثلا بچه تو اتاقش در بسته، گوشی هم تو گوششه، داد میزنی، بعد فکر میکنی 5 بار داد زدم، نشینده 6 بار داد میزنی سر بچه. برو
سراغ بچه‌ت، بگی داری چه کار میکنی، یه علاقه نشون بده به کاری که بچه داشته میکرده، یه سوالی ازش بکن، ببین الان دیگه الان وقت چیه به نظرت دیگه. خب الان دیگه وقت غذاست دیگه، دیگه باید هرچی داریم بذاریم کنار، بیایم بریم غذا بخوریم، هرچی داریم بذاریم کنار، الان وقت تکلیف شبه، الان وقتی که بشینم مثلا یه داستان بخونیم، یه کاری انجام بدیم، میدونین، به جای اینکه بگیم اونو تموم کن، باید بگیم الان وقتش که چیه شروع کنیم الان، میدونین، نگیم اونو تموم کن، اونو بذار کنار، میدونین، الان وقت مسواکه، الان وقت مسواک زدنه، الان وقت اینه که دیگه باید بگیم بخوابیم، نه که الان که تلویزیون خاموش کن، تلویزیون یعنی که وقتی که وقت خواب، یعنی با تلویزیون خاموش بشین، لازم نیست. من یادم یه بچه، یه خانمی میگفتش که بچه‌ام از بس که دوست نداره من بهش چیزا رو بگم، این چیزا هست الکسا توی خونه ها، میگه که به مامانش گفته که بجنگ تو بیاد به من بگی یک سر من داد بزنی، به الکسا بگو یادآوری کنه که من تلویزیون دیگه الان وقتش تموم شده، باید خاموش کنم، نمیخوام تو به من بگی، و اینکه داد میزد سر بچه‌ش وقتی که میخواست یه چیز رو بهش بگه. خب بعد یه چیزی که من فکر میکنم هست، در واقع خشم نرمال و سالم بچه‌هامون رو درک کنیم، بفهمیم، بازخورد بدیم، بعضی وقتا هم بگیم من میدونم که تو الان عصبانی شدی، مثلا دست زدی به مامان، اشکال نداره مامان، نمیخوام تو رو الان بزنم، خب ولی میدونی که حالا مثلا توی خونه من مامان تا میفهمم که تو میخواستی من صدا کنی یا مثلا از دست من عصبانی، ولی میدونی که نمیتونی این کار توی مدرسه بکنی، نمیتونی این کارو با دیگران بیرون بکنی، نمیتونی وقتی مهمونی بری این کارو انجام بدی. یعنی بچه باید از بچه یک موجود اجتماعی بار بیاریم، نمیتونیم بذاریم هر کاری که دوست داشت بکنه. که طبیعتا مرسی از توضیحاتتون. من سوال دوستانی که دارید سوالاتونو مینویسین، من مینویسم و مطرح میکنم در حین بحث. اما قبل از اینکه چند تا سوالی که مطرح شده رو بپرسم، تو صحبتاتون دو بار شما از کلمه خشم سالم استفاده کردید. وقتی ما در مورد کودکان فرزندان صحبت میکنیم، بخوام اینجوری بیام توی موضوع بحث، این خشم سالم و ناسالم چطور از هم جدا میشه؟ این خشم سالم، همه ما خشم گفتیم همیشه یک هیجان، یک احساس کاملا طبیعیه. یک نفر نمیتونه بگه منش به خشمگین نمیشم. خب خشم سالم وقتی هستش که واقعا ما به درستی خشمگین میشیم، به حق خشمگین میشیم. یعنی مثلا فرض کنین من الان اینجا نشستم، خب یه نفر میخواد از من یک سوالی بکنه، نیم متر از من دورتره، یه سوالی از من میکنه، منم اون سوالو جواب میدم، ولی هی حالا یه نفر یه چیزی به من گفته من نشنیدم، بعد هی میاد جلوی صورت من، هی دستشو اینطوری میکنه. دیدیم بعضی آدما میرن توی جر و بحث‌های خانوادگی جلوی هم دیگه، هی میرن جلو، هی میان جلو، بعد دستشونو هی میارن، انگشتشونو هی اینطوری فشار میدن. خب وقتی که ما احساس میکنیم که حد و مرزهای شخصی ما توسط کسی طرف مقابلمون رعایت نمیشه، احساس خشم میکنیم و این خشم سالمه. خشم سالم وقتی که ما حسش میکنیم که حد و مرزهامون چی مراعات نشده، حفظ نشده، احترام بهش گذاشته نشده. این بعد یه نفری که میاد به من میشسته، ممکنه من بگم برو عقب، من نمیتونم چه حرف بزنم، لطفا برو عقب، برای اینکه من اگه نری عقب جوابتو نمیدم. یا اینکه حتی اگه طرف بخواد به من بشسته، من حتی با دستم هولش بدم، برای اینکه داره به بدن من داره دست میزنه بدون اجازه من. خب این دیگه خشم، میدونی، این دیگه هی خشم سالمه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی خشم سالم موقعی که یک بچه، مثلا فرض کنید شما نوجوان وایساده توی اتاق داره کار میکنه، صدا کردین، حالا این گوشیش هم تو گوشش نشنیده. خیلی من با خانواده ها برمیخورم، خیلی زیاد، این خیلی مثال بسیار رایجیه، باورتون نمیشه. طرف 18 سالشه، خب نشسته تو اتاق داره کاراشو میکنه، حالا داره موزیک گوش میده، چیزی تو گوشش نشیده، طرف صداش کرده از تو سالن نشیده، یهو مادر در باز میکنه میره تو. فکر کنید یه پسر 18 سال نشسته داره یه کاری انجام میده، شما در باز کنی بری تو، خب بتونی معذرت خواهی هم نکنی، آبه آبه بخشی صدای من نشدی، من برم بیرون معذرت میخوام، من نمیدونستم گوشی تو گوشت بود، نشیدم. نه حتی خودشون میدونن بعضی از وقت. خب بعد بچه ها برمیگردن میگن که از اتاقم برو بیرون، برو از اتاقم بیرون. بعد تازه پدر مادر بیشتر عصبانی میشن، چی؟ اتاق تو؟ تو هنوز زیر سقف مادر زندگی میکنی، میدونی؟ اینجا اتاق تو، خونه منه و من نمیرم بیرون. بعد بچه میگه برو بیرون از اتاقم. حالا فرض کن داشته یه کاری میکرد، دوست نداره پدر مادرش اونجا باشن، بابا داشته حالا نمیدونم با یه دوستی صحبت میکرده، اصلا داره یه کاری میکنه وسط یه کاریه، خب شما در اتاقو نزدی رفتی تو، خب بعد اینم مادرم وای میسه یا پدرم وای میسه وسط اتاق میگه من نمیرم، بچه چه کار میکنه؟ بلند میشه هول میده، هول میده، در میبنده، در کلید میکنه. بعضی وقت واقعا هول دادن پدر مادر رو بیرون، در کلید کردن. بعد اینا اومدن که آره بچه های ما رو هول دادن، بچه من رو از اتاقش بیرون کرد.
باشه که همینجوری شما رو بیرون نکرده که. خب ببین این چیزا رو من میگم که یه بخشش ما این، یعنی در واقع حریم شخصی رو رعایت نمی‌کنیم. خب مثلا من یادم سالهای پیش اینو گفتش که آره پسرم مریض میشه ولی اینکه همیشه خب لخت مادرزاد میخوابه دیگه، خب سرما میخوره. و من گفتم شما کجا میدونید لخت مادرزاد میخوابه یه پسر 21 و 2 ساله؟ هر وقت میرم تو اتاقش میرم تو باز خوابیده، لخت خوابیده، لباس نپوشیده. میگم خب چجوری شما میری تو اتاقش؟ چرا میری؟ چجوری میری تو اتاقش؟ چرا میری تو اتاقش؟ میدونی چی میخوام بگم؟ شما نمیتونی برید در اتاق یه پسر 20 چند ساله رو همینجوری باز کنی، یا یه دختر رو. خب اصلا یکی داره لباس عوض میکنه. بارها شده مثلا دختر خانمایی که باهاشون کار میکنن میگن خب ما میخوام لباسمون رو تو اتاق عوض کنیم. در اگه کلیک کنیم میگن چرا در کلید کردی؟ در کلید نکنیم یهو یکی داره در باز میکنه، با ما داریم لباس عوض میکنیم. واقعا این دیگه چیز خصوصی ماست، نمیخوایم کسی بیاد تو اتاق. مادرمون، پدرمون، برادرمون. در واقع حد و حریم، در واقع خشمی که ما نشون میدیم برای اینکه حریم شخصی ما خب رعایت نشده، خشم سالمه. حالا به عنوان کودک خیلی اوقات ما به طور ناعادلانه ای توسط پدر مادر دعوا شدیم، خب تنبیه شدیم، تحقیر شدیم، توبیخ شدیم. خب کاری هم که نمیتونیم بکنیم، بچه این زورمون هم که به پدر مادرمون نرسیده، نمیتونیم هم که به هیچ کاری بهشون بکنیم. خب این خشمه که سالمه واقعا، به خاطر اینکه ما مثلا بی‌عدالتی در حق ما که اومدن و ما رو تنبیه کردن، این خشمه رو فرو که خشم سالمه رو فرو خوردیم. این خشم سالمه فرو خورده یه روزی میاد بیرون، ولی اون وقت دیگه خشم سالم نیست، اون دیگه خشم ناسالم. جالبه، خیلی بحث جالبیه که میشه در کاتگوری‌های مختلف اقشار اجتماعی و جامعه هم در واقع این رو بست داد. اما برگردیم به بحثمون، من یه سوالی که مطرح شده رو همینجا بپرسم. شما صحبتتون بود که در مورد بچه‌ای که حالا بحث تلویزیون بود، بحث نمونه‌های این شکلی بود و مقاومت می‌کنه در مقابل پذیرش اون در واقع قانونی که یا خواسته‌ای که در واقع اون والد داره. میگن که نوشتن اگر مقاومت کنه و طفره بره و به لجبازی برسه چیکار باید کرد باهاش؟ بس یه داره که چه سنی باشه بچه. میدونین ما باید سعی کنیم که در واقع کلام مناسب سن رو یعنی اول ببین، من واقعا فکر میکنم که کلید اینه که ما به رسمیت بشناسیم که میبینم تو عصبانی شدی، میدونم عصبانی هستی، حقم داری عصبانی بشی. من منظوری نداشتم، نمیخواستم تو رو عصبانی کنم، ولی خب اگه این حرف زدم تو رو ناراحت کرده معذرت میخوام. خب ما اگه در واقع احساس رو که به رسمیت میشناسیم، میگه با پرچم سفید رفتیم نه با پرچم قرمز، صلح. این یک میزان زیادی گارد رو میاره پایین و بعد میشیم صحبت میکنیم. ولی اگه برگردیم بگیم که این چه طرز حرف زدنه، چقدر بی‌تربیتی، دهن تو ببند، صدا تو بیار پایین، میدونی؟ خب میشیم بگیم که من میبینم عصبانی، ولی میدونی که من اجازه نمیدم با من اینجوری حرف بزنی. تو نمیتونی تو صورت من توف کنی، تو نمیتونی منو اصلا هول بدی، تو نمیتونی چیز بشکونی، میدونی؟ این اجازه نمیدم به خودت یا به دیگران آسیب بزنی. ما نباید به عنوان پدر مادر اجازه بدیم بچه به خودش یا به دیگری آسیب بزنه. خب این مناسب سن بچه باید بتونیم باهاش صحبت کنیم. مرسی از توضیحتون. من قبل از اینکه برم، چون یه سری سوالایی هم که داره میاد رو کاتگوری بندی در واقع سن، شاید سنای مختلفو بتونیم بهش اشاره کنیم و انواع این خشونتی که هست، اما یه سوال شاید برگردم عقب‌تر. اصلا منشأ این خشونتی که فرزند نسبت به والد اعمال میکنه یا ابراز میکنه، اینو میتونیم بگیم کجاست؟ ببینید یه بخشش برمیگرده، یه درصدش برمیگرده به بچه‌هایی که خودشون ممکنه دچار اختلالات روحی روانی باشن ولی تشخیص داده نشده. خب بعد پدر مادری که انتظار یک رفتار مناسب دارن، مناسب سن، یه رفتاری میبینن که براشون عجیب غریبه، بعد چی کار میکنن؟ دنبال درمان که نرفتن، فکرم نکردن، اینو حساب بیادبی بچه گذاشتن یا بهش نپرداختن و بدتر و بدتر شده با سن، یا اینکه اومدن تنبیه کردن، قضاوت کردن و بیشتر در واقع بهش دامن زدن. خب یه بخش برمیگرده به اینکه مثلا بچه مثلا کپاسیتی اینو نداره. فرض کنید مثلا الان فرض کنید یک بچه‌ای، فرض کنید بچه اوتیستیکیه. خب تعاملاتش مثل بچه بسیاری داره که تو کدوم توی طیفه دیگه، تا کجای این طیف هم قرار میگیره. خب بچه‌ای که مثلا ممکنه شما هی زور میکنی چرا فلانی اومد مثلا سلام نکردی، بچه سلام نمیکنه، بعد بابتش کتک داری میزنی بچه تو، یا میگیم بی تربیتی، آبروی ما رو بردی. خب یا بچه‌ای که بیش فعالن، خب
و به جای اینکه بفهمیم بیشتر حال درکش کنیم، راه درمان پیدا کنیم، ببینیم باید چیکار کنیم، بچه ها رو تنبیه میکنیم، بچه های بیشتر حال بیشتر، چون احساس میکنیم کلافه ایم، خسته ایم. خب حق هم دارم، پدر مادرها خستن، از سر کار اومدن، میتونم درک کنم. ولی وقتی که یک حرکت بچه، رفتارش ما رو یک مقدار دوچار شک و تردید میکنه که آیا این رفتار رفتاری هستش که مناسب سن هست یا نیست، بد نیست که با یه نفری که واقعا کارشه صحبت کنیم، ببینیم آیا برخوردی که ما باش کنیم برخورد درستی هست یا نه. من مثلا با خانواده های کار کردم که بچه اوتیستیکی دارن که هنوز نمیتونه، باید پمپرزش ببندن، نمیتونه توالت خودش بره، نمیتونن توالت ترینش کنن. خب بعد این کتک بچه بخوره، میدونین چی میخوام بگم؟ بعد میگن 14 سالشه نمیتونه بره توالت. خب نمیتونه، نمیشه، میدونین نمیشه، نشدنی، لیمیته، میدونین. یا مثلا بچهایی که نمیتونن احساساتشون رو در واقع بگن، بچهایی که خیلی جیغ میزنن، داد میزنن، چیز پرت میکنن، چیز میشکنن، به خاطر اینکه ندارن، در واقع سینکشی مغزشون فرق میکنه با یه بچه ای تو اون سن سال که این مشکلات رو نداره. خب یه بخش برمیگرده به این که خشونت میشه بین پدر مادرها. مثلا من یادم سالهای پیش توی خیریه کار میکردم و درگیری های پدر مادر و بچه که مهاجرت کرده بودن، بعد اینجا فهمیدم بچهشون اوتیستیکه. فکر میکنم نوجوان 16 17 سالش بود، هنوز نمیدونستن. بله. و دیگه کارشون خیلی به جای باری کشیده بود. خب حالا اگه برگردیم، این یه بخش، ولی بخش اعظم به نظر میاد، حالا تحقیقات نشون میده، آمار نشون میده، که بچه‌هایی هستن که خودشون در یک برهه‌ای از زندگیشون قربانی خشونت والدین به خودشون بودن. یعنی تحت بچه‌هایی بودن که در حقشون غفلت شده، بهشون بی‌احترامی شده، بهشون خشونت شده، تنبیه شدن، توبیخ شدن، تحقیر شدن. خب و این خشمه رو فرو خوردن، زورشون که نمیرسیده به پدر مادر، و حالا از یه سنی که میتونن، به خصوص حالا اونایی که در ابتدای نوجوانی شروع میکنن دیگه، هورمونای میدونی رشدم که میاد، زور و بازو هم که زیاد میشه، در واقع حس خشونت هم که به هر صورت بالا میزنه، این دقیقا شروعه بعضی اوقات که ما میبینیم یک رفتاری که واقعا یه رفتاری که دیگه ترسم که ندارن، میان جلو وای میسن، این شکلی تو چش پدر مادر نگاه میکنن، هول میدن، میدونی، توهین میکنن، چیز میشکنن. یا مثلا فرض کنید فشار مالی روی پدر مادر میذارن، از جیبشون پول برمیدارن، چیز از خونه برمیدارن، میبرن، میدوزدن، میفروشن، میدونی. یا بچهای بزرگتر که مثلا فرض کنین قرض بالا میارن برای پدر مادر، خب اینا همه فشارهای مالیه. یا اگه پدر مادر چیزی برشون تهیه نکنن، واقعا پدر مادر تهدید میکنن و ازشون میخوان که پدر مادر اون چیزا رو برشون فراهم کنن از نظر مالی. پس در واقع ریشه اصلی اینه که در واقع بچهایی هستن که خودشون آسیب دیده هستن. خب این یک. بچهایی هستن که شاهد خشونت بین والدین بودن در دوران، در سنین پایین، دیدن که مادر به پدر یا پدر به مادر اعمال خشونت میکنه و این خشونت یک خشونت عریانه، کلامیه، روحی روانیه، فیزیکیه. خب و خب نمیتونن کاری کنن دیگه، بچه‌ان. یا اینکه این خشونت از طرف پدر، برادر، خواهر، بزرگا به بچهای کوچیکتر تحمیل شده، پدر مادر نه، مثلا شما مراقبت بچه های کوچیک رو به بزرگا سپردین، خودتون هم نبودین، سر کار بودین، اون بچه هم نمیتونستن مراقبت کنن، خشونت، یعنی اومدن زور بگن که اونا رو مثلا ساکت کنن، بخوابونن، حالا یا مجبورشون کنن که اطاعت و فرمانبرداری کنن ازشون. این حس خشونت در واقع سرکوب شده یه جای میزنه اینجوری بیرون. معمولا هم عاملان خشونتی که بچه ها هستن، معمولا یه بچه با جنس مخالفش بیشتر خشونت میکنه خیلی زیاد. البته دخترها و مادرها همیشه توی سن نوجوانی، من گفتم، خیلی با هم دیگه در تقابل هستن. ولی مثلا خیلی اوقات پسرایی که شاهدن که مثلا پدرشون به مادرشون خشونت کرده، احتمال اینکه خودشون هم مادره رو هول بدن، مادره رو فحش بدن، به مادر بی احترامی کنن خیلی زیاده. به نظر میاد که این رو آمارها نشون میدن. یا مثلا دخترها هم برای پدراشون خیلی خوش کردن. بله. و آمارها نشونم میده که کدوم یک از سمت والدین هستن که بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن. مادرها بیشتر. بله. مادرها بیشتر. ببین یه بخش این که بالاخره بچه شاید دیده که مادر یه جوری تحمل کرده خشونت رو از طرف همسر و چیزی نگفته، اصلا براش ارزش قائل نیستن. ببینید به عنوان یک انسانی که میتونه ازش از خودش دفاع کنه بهش نگاه نمیکنن. حس تحقیر نسبت بهش دارن، میدونین، به عنوان یک انسان ضعیف میبیننش و بعضی وقت عصبانی ان از این، میدونی،
میدونین احساس میکنن که حقشه چون نمیتونن خودش دفاع کنه و در واقع به عنوان اون آدم میبینن که میتونن باهاش هر کاری بکنن، میتونن بهش هر چیزی بگن، کیسه باکسشون میشه. خب یه بخش هم این مادرها به خاطر اینکه خب همیشه گفتن که خب مادری میدونی مادرها خیلی تحملشون نسبت به بچه‌ها زیاد بوده، اونجایی که باید حد و مرزها رو بذارن نذاشتن، اونجایی که باید قاطعیت میداشتن نداشتن. میدونی چی میخوام بگم؟ نتونستن حد و مرزها رو مشخص کنن، بگن این خط قرمز منه، تو بچه منی، تو رو دوست دارم، هر چی باشی من تو رو همینقدر دوست دارم، ولی اجازه نداری این کارو بکنی به خاطر اینکه این دیگه خط قرمز منه، تو از اینجا نمیتونی رد بشی. و نکردن این کارو، برای اینکه با شوهرشون هم نتونستن بکنن، با هیچ کس دیگه هم نمیتونن بکنن. خب بعد بچه‌ها انگار که مثلا میخوان با اعمال خشونت میخوان ببینن آخه میشه یه روزی این بالاخره پاشه واسه خودش، میدونی مقاومت بکنه، برای حق حقوق خودش وایسته بیسته، خیلی اوقات این کارو میکنن. در واقع بجز اون بخشی از بچه‌هایی که گفتیم که ممکنه که دچار اختلالاتی بوده باشن، تربیتی یاد گرفتنی خیلی یعنی واقعا مدل هایی از رابطه هست که ناخودآگاه درونی میکنن و اون میشه براشون نوعی از ارتباط، نشون دادن نارضایتی هاشون، نشون دادن سرخوردگیشون به این صورت اعمال خشونت. شما از انواع خشونت گفتین این خشونت ها کلامی میتونه باشه، میتونه رفتاری باشه، میتونه برسه به مرحله فیزیکی، ولی مواردی هم دیده شده که حتی از این لول هم بالاتر رفته و به قتل والد انجام میده، دیگه بچه مرزی رو رد کرده. خب این اون بچه هایی هستن که واقعا با یک تنفری از پدر مادرشون بزرگ میشن، یعنی اینقدر سرکوب شدن، این محیط هایی که خیلی محیط های خشک و ریجیدی هستن، محیط هایی که اتوریته خیلی بالاست به طوری که نفس نمیشه کشید. خب بچه کلن حق، یعنی هیچ گونه تغییری در مرحله رشد بچه به رسمیت شناخته نمیشه. از بچه مثلا 15 ساله انتظار دارن یه بچه 4 ساله چشم بگه، کاری که میخوان بکنه بکنه، لباس پوشیدنشو میخوان نظر بدن، میدونین رفت آمداشو کاراشو وقتی که باید چجوری بگذرونه. و خب واقعا خب حالا این بچه ها چه اتفاقی براشون میفته؟ یا باید در واقع این خشم رو سرکوب میکنن توی خودشون، بعد الکل مصرف میکنن، واقعا ریسک اعتیاد توشون خیلی زیاد میشه، الکل مصرف میکنن، مواد مخدر مصرف میکنن، یا خودجرحی میکنن، یا اقدام به خودکشی میکنن، متاسفانه بعضی وقتا جونشون از دست میدن، کارهای ریسکی میکنن، یعنی خشونت به علیه خودشون استفاده میکنن، سرنوشت خودشون خراب میکنن، رابطه هاشون رو میدونیم چوب لای چرخ خودشون میزنن، یا اینکه این خشونت به علیه پدر مادره. مثلا فرض کنید من خیلی اوقات دیدم مثلا توی همین سالهای پیش توی بلژیک من فکر میکنم هنوز زندگی میکردم، یه دختر نوجوانی پدرشو کشته بود و بازم آمارا نشون میده که خیلی از این در واقع قتلهایی که فرزندها، یا توی آمریکا دیدیم مثلا یه نفر تفنگ برمی‌داره اول مادر پدرشو میکشه بعد میره مدرسه، مثلا خیلی زیاده. اون دفعه یکی مادر بود، نه توی همین انگلیس یه نفر فکر کنم یه مدت پیش خانواده‌شو اول کشت بعد رفت کشتش بعد. خب فرض کنید، شما فرض کنید یک خشونت رو که هی سرکوب شده، این تنفری که مونده به رسمیت شناخته نشده، کاری براش انجام نشده، طرف احساس میکنه من چی رو از دست میدم، چی رو میخوام از دست بدم، میخوام توی زندونی همیشه زندگی کنم. من منظور من نیست که این درسته ها، منظور من این که واقعا خطری که باید مثلا این بچه‌ای که به اینجا میرسه که یکی رو میری میکشه. خب یا یه مدت پیش اگه نمیدونم شما یادتون هم اخباری که دنبال کرد، یه پرستاری که توی بیمارستان نوزادا رو میکشت. بله، یه پرستار بودش. و بعد حالا وقتی که حالا در مورد زندگی شما صحبت کردن، خب یه مقدار من نمیگم توجیه میکنه و توضیح رو میفهمید که مثلا چه اتفاقی داره میفته توی خب چه اتفاقی این توی زندگی آدم ها هست که آدم ها رو به اینجای میرسونه که اصلا دیگه میتونن یک همچین جنایتی مرتکب بشن. میتونه یه زنگ خطرهایی باشه برای والدین که بگن که اوکی الان که بچه من به این مرحله خشونت رسیده، این میتونه برسه بره بالاتر و حتی به همچین فجایعی ختم شه. ببینید خیلی اوقات افراد توجیه میکنن، چون بعضی اوقات اگر قبول بخوام بکنن مشکل هست، خیلی مضطرب میکنه اینا رو، میترسن. خیلی اوقات سعی میکنن که توجیه کنن یه جورایی، میدونی، یا اینکه جدی نمیگیرن. ببینید مثلا اگر شما تو کشور اروپایی هست باشین، خیلی اوقات ریپورت نمیشه اینجور چیزا، برای اینکه میترسن که در واقع ارگانهای اجتماعی بیان دخالت کنن و بچه رو بگیرن از محیط خانواده جدا کنن، یا مثلا فرض کنیم برای پدر مادرها یه جور سوءپیشینی حساب بشه.
یا اینکه میترسن برای بچه هاشون سوء پیشینه حساب بشه، سعی میکنن اینجور ماسمالی کنن که مثلا ریپورت نمیکنن، مثلا مادره رو بچه زده در و داغون کرده ولی زنگ نمیزنه به پلیس چون میترسه براش سوء پیشینه بشه. یا من با خانواده کار میکنم که خواهر برادر هم، یعنی برادر خواهر رو میزد و حالا دختر از دست مادرش عصبانی بود، یه بار به من یه تکسی داده بود که اگه میخوای من مامانم تا مادرمو نکشتم به من یه وقتی بدین، یه همچین چیزی. حالا به شوخ، حالا نه جدی بود، ولی به حدی که دیگه در حدی بود که دیگه داشت میگفتش که من واقعا دیگه نمیتونم این میزان خشونت رو تحمل بکنم، و خشونتی بود که واقعا اعمال شده بود بهش. یعنی فرض کنید پسر خانواده دختر خانواده رو مثلا فرض کنید مورد اهانت، مورد خشونت قرار میده و مادر صرفا برای اینکه برادرته و پسره، میتونی چی میخوام بگم، سکوت کرده بود و حالا مسئله حل شد، هیچ مشکلی نیست. و برسا ما اینجا با ملیت‌های مختلف کار میکنیم و خیلی از ملیت‌های دیگه هم شبیه فرهنگ ما زیادن، مثلا تو انگلیس هستن، مثلا پاکستانی ها، مثلا افغان ها، هندی ها، مثلا فرض کن بنگلادشی ها، مثلا خیلی از کشورهای دیگه شبیه فرهنگ ما هستن. و ما این چیزها رو، تفاوت بین دختر پسر رو واقعا توی خانواده ها میبینیم که برادر بزرگ خودشو محق میدونه. قتل های ناموسی اینجا تو پاکستانی ها، قتل های ناموسی خیلی وقت از طرف برادرشون خواهرشون میکشن توی اروپا. بله من میدونین توی اروپا، من یادم سالهای پیش توی بلژیک دختری با یه دوست پسر بلژیکی پیدا کرده بود، دانشجو حقوق بود، فکر کنید دانشجو بود، و پدر و برادر با هم تبانی کرده بودن، خلاصه گفته بودم بیا خونه و نمیدونم این رفت در خونه که یه چیزی بگه بهشون یا فکر کنم آشتی کنه، برادر زد خواهرشو کشت و بعدش هم از کشور فراری دادن پدر مادر برای اینکه قانون کاری نتونه بکنه باهاش. فکر کنین، یعنی میخوام بگم این خشونت توسط برادر، این برادرهای بزرگ خانواده بعد از به دخترها اعمال میشه، اعمال میشه. بله بله. و خب این به هر صورت عواقب داره دیگه. گفتید که من یه توضیح بدم، دوستانی که سوال دارن میتونن بنویسن هم توی این سوال و یعنی تو همین کامنت ها، هم توی جایی که سوال و جوابه من میخونم. بله یه نیم ساعت وقت داریم، میرسیم به سوال و جواب بدیم. بله گفتید که گزارش هم داده نمیشه، از اون طرف گفتید که بیشتر مادرها هستن که مورد خشونت قرار میگیرن. حالا توی این گزارش به هر حال ریپورت هایی هم هست، گزارش هایی هم داده میشه، که کدوم گروه بیشتر گزارش ها رو مطرح میکنن؟ بیشتر این گزارش ها از پسرا است. وقتی پسرا اعمال و خشونت میکنن بیشتر گزارش داده میشه، خب احتمالاً زورشون بیشتره، احتمالاً نوع خشونت اعمال شده یه مقدار ایجاد حس خطر بیشتری میکنه. خب پسرا بیشتر گزارش داده میشن تا دخترها، شاید هم به خاطر اینکه اعمال خشونت پسرا بیشتر هم هست تا دخترها. دخترها وقتی که مورد خشونت واقع شدن خیلی اوقات در دوران بلوغ بیشتر افسردن، بیشتر خودزنی و خودجرحی و این کارا رو میکنن. پسرها بیشتر به صورت رفتار پرخاشگرانه و رفتار بزهکارانه میاد بیرون، وارد این گنگا میشن، میرن از مغازه ها دزدی میکنن، نمیدونم میدونین چاقو میزنن به یکی، کارا مثلا چند ماشین میدزدن، از اینجور کارهای خلاف بیشتر پسرها میکنن. یا مثلا اگر یه پولی میخوان نمیده بهشون، مثلا خانواده دست میذارن رو گلوی مادره، پول رو به زور میگیرن و میرن. حالا مثلا مادره کرایه خونه‌شو نداره بده ولی باید بده این پولو، وگرنه میگیرن تهدید میکنن. از اعمال زور بدنی زیاد استفاده میکنن و شاید و اینکه خب از نظر جوسه هم معمولا پسرها قوی ترن نسبت به مثلا یه دختر و مادر، خب خیلی زیاد با هم تفاوتی ندارن از نظر جوسه، ولی مادرها و پسرها خب از نظر جوسه هم فرق میکنن. احتمالاً زور فیزیکیشون یکی از عواملی که باعث میشه که مادر یا زنگ بزنه به پلیس یا اینکه بر شکایت کنه و بخواد که یه نفر بیاد، یک ارگان بالاخره قانونی بیاد اینها رو از هم دیگه جدا کنه، سوا کنه. بله و در واقع موقعی این اتفاق میفته که واقعا احساس خطر میکنن، در غیر این صورت نمیکنن این کارو. بعدش هم یه ذره بالاخره یه مقدار حس یه معذب بودن هم هست از نظر اجتماعی، که دوست ندارن که آدما بدونن که مثلا یه همچین مسائلی توی خانوادهشون وجود داره، یه ذره حس شرم میکنن، خجالت میکشن، تا جایی که میتونن روش لاپوشونی میکنن، سرپوش میذارن، و اینکه اصلا پذیرش برای خودشون که به جایی رسیده کارشون که بچه ها روشون دست بالا میکنن، برای خودشون پذیرش سخته و توی خیلی اوقات باور نمیتونن بکنن یه همچین چیزی رو، و خیلی براشون شرم‌آوره که بخوان این رو به گزارش بدن یا اینکه به کسای دیگه بگن یا کمک بگیرن. ولی واقعا من فکر میکنم باید این کمک خواستن حتما جدی گرفته بشه. یه سوالی پرسیدن، اوکی من اینو به نظرم خیلی سوال خوبیه، نوشتم که خشونت علیه سایر گروه های جنسی چطور
حقوق مربوط به اقلیت‌های جنسی و نحوه درست رفتار میون خانواده در اون کشور. من فکر میکنم شاید بتونیم به این شکل در واقع موضوع رو مطرح کنیم که بچه هایی که در گروه های، یعنی فرزندانی که در گروه های در واقع جنسی مختلف قرار دارن، بله اینها در واقع موقعیتشون ویژه تر میشه در خانواده. بله فکر میکنم بیشتر مورد خشونت واقع میشن، خیلی اوقات اولا تحقیر میشن، خیلی اوقات به معذبشون میکنن، بازخوردهای بعدی که بهشون داده میشه، خیلی اوقات مقاومت میکنن در پذیرش اینکه که بچهشون سلیقه جنسیش متفاوته، یا اینکه اصلا خودش رو یه جور دیگه میبینه، نه اون در واقع اندام، وقتی میگه که اندام جنسی من تعیین کننده جنسیت من نیست، من یه ترنسم، خب خیلی اوقات قبول نمیکنن خانواده ها و خیلی اوقات تردش میکنن، خشونت میکنن، این ترد شدن به هر صورت یه میزان زیادی خشونت توشون ایجاد میکنه. من میگم منظورشون اینه که خب من دارم میخوام یه بار یه برنامه اصلا بذاریم که وقتی بچه‌مون میاد به ما میگه که من سلیقه جنسی فهم کنه، یا اینکه من با جنسیتم راحت نیستم، احساس میکنم که من تو یک بدن نامناسبی به دنیا اومدم، این بدن بدن من نیست، من باید دختر بودم یا پسر بودم، چجور به عنوان پدر مادر برخورد کنیم که جلوی یک بخشی از این خشونت ها رو بگیریم. بله من اینو نوشتم، شاید بتونیم در برنامه های آتی رو بهش بپردازیم. خودم قطعا نمونه هایی دادم که حتی والدین قبول نمیخوان بکنن به هیچ عنوان، حتی کودک نتونسته مستقیم بگه. در سن نمونه که تو ذهنم الان اومد خیلی نزدیک، توی سن مثلا 5-6 سالگی، ولی رفتارش نشون، یعنی میگفت به نوعی، و به نوعی پدر مادر نمیخواستن بشنون و به زور بچه رو تحمیل میکردن بهش که بره سمت جنس مخالفش، در حالی که بچه هنوز خیلی بچه بود، خیلی شخصیت خیلی کوچیک بود. حتما من اینو نوشتم، من اینو حتما ما یه برنامه ویژه روی این موضوع میذاریم. برگردیم روی حالا موارد دیگه که بخوایم راجبش صحبت کنیم. یه نفر دوستان نوشتن، پرسیدن سوال خوبی اینا که خب وضعیت خشونت بچه ها، شما هم اشاره کردید، نسبت به والدین در دوران بلوغ، اون دوره دوره ویژه، شاید هم یه جوری هم همه بعضی هم بترسن، حتی بگن که وای الان بچه همون میرسه سن بلوغ، معلوم نیست چجوری میخواد چه مدل رفتارهایی داشته باشه. چه بخش این طبیعیه مقتضای سنه، چه بخشش نیست و چطور باید باش مقابل؟ اتفاقا یکی از سوالایی بود که شما قرار بود که ما بهش اصلا بپردازیم، خودمون هنوز اونجا نرسیدیم و مرسی از این دوستمون که این سوال کردن. ببینید دوران بلوغ دورانی که بچه ها احساس میکنن کنترل روی خیلی چیزا ندارن، کنترل رو بدن خودشون ندارن، بدن از کنترل بچه خارجه، بدن داره تغییر میکنه، حال و هواشون داره تغییر میکنه، شرایط هورمونی داره تغییر میکنه، ریش و سیبیل در آوردن صداشون داره تغییر میکنه، دخترها بدنشون داره تغییر میکنه، هورمونا مودشون رو داره تغییر میده. خب یه بخش من فکر میکنم عدم تطبیق یا عدم تشخیص اینه که ما باید رفتارمون رو با بچه کی تغییر بدیم. اگر ما با بچه که داره تغییر میکنه، خب نوجوونه، رفتاری بکنیم که با بچه 5 ساله و 7 ساله و 8 ساله میکردیم، اون موقع اوکی بوده، جواب میداده، الان جواب نمیده، بچه خیلی اوقات متوجه این نمیشه، احساس میکنه یه چیزی سر جاش نیست و خیلی با ما به صورت خشنی رفتار میکنه. خب ما رو عقب میزنه، بعضی اوقات اتوریته ما رو زیر سوال میبره، به ما این احساس میده که تو هیچی نمیدونی، هیچی بلد نیستی، من اصلا احتیاجی به تو ندارم. میدونی چه؟ ولی برای پدر مادرها خیلی سخته این پذیرشش، خیلی دردناکه. من کاملا میتونم درک کنم، من خودم بچه داشتم میدونم یعنی چی. این رو اگر شخصی نگیریم، خب اگر یه ذره بریم مطالعه کنیم، پادکست گوش بدیم، بخونیم چه چیزی مقتضیات این سنه، رفتار خودمون رو یه ذره بیایم بهش نگاه کنیم، ببینیم آیا رفتاری که من با بچه‌ای دارم 15 ساله میکنم مناسب بچه 15 ساله است. این بچه دیگه 5 ساله نیست. شما یه بچه 5 ساله رو میخواین از خیابون برین دستشو باید بگیرین، ولی یه بچه 15 ساله دستشو نمیرین از این خیابون رد کنین. به بچه 5 ساله بگین وقت مسواک، برو مسواک بزن. به 15 ساله دیگه نمیتونین برین هر شب ببینین مسواک زدی یا نه، باید بدونین مسواک بزن دیگه. شما نمیتونین هی برین، شما نمیتونین برین مثلا براش لباساشو شما تصمیم بگیرین چی بپوشه، چه استایلی لباس بپوشه، چه موسیقی گوش کنه، نمیتونین. ولی جایی که احساس میکنین داره فعالیت‌هایی میکنه که برای سلامتش خطرناکه، سیگار میکشه، مواد استفاده میکنه، با دوستای بدی داره میره، باید مداخله کنیم. منظور من این نیست. اگر احساس میکنین بچه یه چیزهایی داره تو زندگیش اتفاق میفته که داره با کسایی، ببین الان بچه‌هایی هستن که از طریق نت با کسایی دارن چت میکنن که از سنشون بالاتره، میتونه بچه یه پدر مادری، یه بچه‌ای که سنش مثلا 10-12 سال 15 سالشه،
یه مرد 35 ساله داره بهش در واقع باهاش در ارتباطه و بهش میگه بیا یک لک عکس دخت از خودت بگیر برای من بفرست، و بچه ها میفرستن. خب پدر مادر اگه حواسشون نباشه چی نمیتونیم که ببخشید این خصوص چه زندگی خصوصی بچه هم دخالت نکنن. شما باید حواستون باشه بچه ها چی رو سوشال میدیا میذارن، با کی حرف میزنن. میدونین اگر احساس میکنین یه تغییراتی توی رفتار بچهتون هست که بچهتون میترسه، دیپرسه، همش استراب داره، شاید واقعا تحت فشاره، شاید برای یکی چیزی فرستاده، اون طرف داره بهش میگه که اگه این کارو برای من نکنی این عکسو میذارم آبروتو میبرم. خب اون وقت برخورد درست رو میشه همینجا در همین موارد اشاره. بله باید بریم باهاش صحبت کنیم، بگیم که من به نظر من میاد که تو این روزا خیلی میزون نیستی، چیزی هست رو ناراحت میکنه، میدونی که تو هر کاری کرده باشی، هر چیزی هر کاری کرده باشی، میتونیم در موردش با من صحبت کنیم، من نمیام تو رو تنبیه بکنم و نکنن بعدش نه واقعا نکنن بعدش، میدونی. ولی اگه بهشون اگه بچه به پدر مادر نگه واقعا آسیب میبینه. شما نمیدونید من داستانایی که واقعا ما در روز میشنویم، چیزایی که میخونیم، ما هر کلاسی میریم کلی بالاخره کیس استادیه، خیلی چیزها بالاخره آدما همکارای دیگه همون میارن، موردای دیگه. خب میبینین که چقدر میتونه یک بچه در خطر باشه، در یک نوجوانی که واقعا نمیتونه روی حساب حس و غریزه میره جلو، نه روی منطق. برای همینم هم که بچه‌ها باید با پدر مادرشون زندگی کنن، چون پدر مادر بالاخره باید نظارت داشته باشن بر زندگی بچه‌هاشون، ولی کنترلگر نه. میدونین یه کسی باشن که حضور داشته باشن، بفهمن چه چیزی سر جاش، چه چیزی سر جاش نیست، چه چیزی نگران میکنه بچه‌ما، چه چیزی. ببینید گفتگو داشته باشیم، گفتگو تنها راه گفتگوه، هیچ راه دیگه جز این نیست. باور کنید اگر بود من همین الان داده بودم این راهو، نیست جز گفتگو، جز این که ما بچه‌مون احساس امنیت بدیم، بدونی که ما اون کسی هستیم که برای ما امنیتش اهمیت داره، آینده‌اش مهمه، شخصیتش مهمه، آسایشش، آرامشش مهمه. اگر بچه اینو بدونه واقعا من فکر نمی کنم مشکل داشته باشه بیاد بگه. یکی اینه، یکی هم که وقتی بدونه که ما به ما این حرفا رو میزنه، به جای اینکه ما بخوام راه پیدا کنیم خودمون رو زدیم، گریه کردیم، خودمون رو زدیم، خودمون رو کوبیدیم در دیوار، آبرومون رفت، حالا چه کار کنیم، خاک بر سرم، میمردی بهتر بود تا این. میدونیم وقتی بچه میبینه که کسی که دوست داره ناراحت کرده نمیاد بگه، نمیاد بگه. اگه بچه احساس کنه پدر مادر شوهر حل ندارن، نمیاد مشکلاتشو بگه، باید احساس کنن ما راه حل داریم، نمیان بگن. در نتیجه اختزای سن بچه رفتارهایی داره، اونا رو درک کنیم بذاریم به اون است. اگر احساس میکنیم که بچه های ما اینقدر خشنن، اینقدر ازشون میترسیم که رو نوک پا را میریم، بهشون باج میدیم که ما رو نزنن، ازشون میترسیم، شب میترسیم حتی خوابیدیم که یه بالش بذارن دهن ما رو، باور کنید اتفاق میفته، یا نمیدونم پول ما رو بدزدن، میترسیم که مثلا یه چیز با ارزش تو خونه نگه داریم، اینجا دیگه واقعا باید ما بریم مراجعه کنیم. این دیگه واقعا نمیتونیم بگیم رفتار سالم مناسب سن درک کنیم، نه، چیز درک کردنی نیست. حتی اگر پایش خودمون ریخته باشیم، حتی اگر در بچگی ما خشونت کردیم به بچه‌مون، بچه‌مون اینطوری شده، شاهد خشونت ما و همسرمون بوده که بچه اینطوری شده، دیر نیست. میدونی این جلوشو بگیریم. در واقع اونجایی که اون لیمیت، اونجایی که هشدار یا آلرت، اون حس ترس. بله اگر میترسیم دیگه واقعا یعنی جدیه دیگه، باید متاسفانه خیلی ها گزارش نمیدن یا اینکه نگرانی دارن و میتونه باعث شه که اون وقت اتفاقی بدتری در واقع بدتر میفته و واقعا قطعه خانوادگی صورت میگیره، واقعا قطعه خانوادگی صورت میگیره. حالا جو اینجا که آمریکا باشه که طرف یه تفنگ برمی داره خودشو میکشه، مادرش میکشه، پدر بزرگ مادر بزرگش میکشه، برادرش میکشه، میره مدرسه همه رو میکشه، بعد میخواد خودشو بکشه، جایی که اسلحه چیزه، جایی هم که نیست خب چاقوی ماقوی چیزی بچه ها پیدا میکنن. تو ایران هم که دیگه هیچی دیگه، شما دیگه خودتون میدونید دیگه چه خبره دیگه. چقدر قتلای خانوادگی ناموسی چقدر زیاده، چقدر به خاطر اختلافات افراد به جای اینکه اختلافاتشون حل کنن هم دیگه رو کشتن هم دیگه به راحتی، یعنی نه به راحتی، این راحت گفته میشه، به حال کشتن جان انسانه. من یکی از دوستان هست روی عدم، چند تا کامنت گذاشتن و اینا، روی عدم آگاهی والدین حرف میزنن و میگن که بچه ها نمیگن چون والدین خودشون رو آگاه نمیبینن. بله بله، البته در مورد همه صدق نمیکنه، اما چرا انقدر والدین ناآگاه هم در واقع. خب ببینید شما قبلا فرض کنید، اگر فرض من الان خودم رو به خودم رو بگم، فرض کنید توی سن بچه دار شدن بچه دار میشدیم، در مورد بچه دار شدن خیلی اوقات مجبور بودیم به آدم بزرگا مراجعه کنیم ببینیم با این بچه دلش درد میکنه چیکار باید بکنم، گریه میکنه چجوری ساکتش کنم. میدونی یعنی واقعا خیلی واقعا امکانات نبود.
خیلی اوقات ما با پدر مادرامون بزرگترهای خانواده رجوع میکردیم برای اینکه مامان میخوام قرمه سبزی درست کنم با چیکار کنم. شما جایی نبود بری ببینی که کتاب روزا منتظمی برگه داشتی نداشتی، اینقدر کتاب، اینقدر پادکست، اینقدر ویدیو، اینقدر... الان بچه ها برای اینجور چیزا پدر مادرشون احتیاج ندارن. میدونی چی میخوام؟ برای این چیزا پدر مادرها نمیخوان، یه واقعیتیه. بچه دارن، خودشون بهتر میدونن با چیکار کنن، نمیدونم تو رابطن خودشون بهتر میدونن با چیکار کنن، درسشون واقعا خیلی خیلی چیزا رو آگاهی دارن که پدر مادرها اصلا. حالا مشکلی که من اکثر اوقات با نوجوانا وقتی کار میکنم ازش میپرسم که اگه میخواستی یه چیزی توی بابات عوض کنی چی میگو چی رو عوض میکردی، یا یه چیزی توی مامانت عوض کنی؟ اکثر میگن بابامو عوض میکردم، مامانم عوض میکردم، کلا عوض میکردم. چرا؟ چیزی به ما یاد نمیدن. ما همه چیمون از اینستاگرام یاد میگیریم، همه چیمون رو گوگل میکنیم. الان بچه کوچیک وقتی میاد از مامانش چیزی میپرسه میگه من نمیدونم، میگه تلفنش میگه میگه گوگل کن ببینم چیه. یعنی بچه ها میدونن که گوگل بهتر از پدر مادرشون جواب میده. جواب داره. پس ما اینو نمیتونیم، این کارش اینو هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بعد بچه های ما خب، ولی اگر خودمون رو به روز نگه داریم، خودمونم اطلاعات داشته باشیم. بچه‌مون میاد میگه که مثلا یه چیزی خونده، خب مثلا شما دارین در مورد یه چیزی صحبت میکنین، بچه میگه که مثلا نه این این نیست، شما میگین که آره من اینم خونده بودم، اینم میدونم، ولی این مطلبم هست، یا مثلا چقدر جالب من این مطلب رو نخونده بودم، چقدر خوب که تو اینو به من میگی، چون الان من اینم میدونم که این مدلی هم میشه ماجرا رو دید. بچه‌ها رو در جریان باشیم که الان به چی علاقه دارن، چه گروه موزیکی رو دنبال میکنن، چه کتابایی میخونن، کدوم سلبریتی براشون مهمه. واقعا با بچه هامون بزرگ شیم، با بچه هامون همراه شیم. تنها راه همگام بودن با بچه هاست، نه مثل بچه هامون رفتار کنیم، نه. چون بعضی ها مثل بچه هاشون لباس میپوشن متاسفانه، مثل بچه هاشون دوست پسر دوست دختر میگیرن، توسنی که بچه هاشون دارن دوست دختر دوست پسر میگیرن و میدونی با اونا رقابت میکنن. خب شکلشون شبیه دخترای نوجوانشون میکنن، شکلشون شبیه پسرای نوجوانشون میکنن، برای اینکه فکر کنم ما چقدر آپدیتیم. نه منظور من این نیست، منظور پدر مادر بمونید ولی آگاه باشید که تو این سن بچه‌تون چی براش مهمه، چی نیاز داره، در مورد چی میخواد حرف بزنه، مشکلاتش چی میتونن باشن. این برای من آپدیت بودن و به روز بودن پدر مادر است. من فکر میکنم اگر پدر مادرها به روز بمونن با بچه‌هاشون مشکل ارتباط نیست. خب واقعا میتونن هر مسئله ای عنوان بشه در موردش حرف بزنن، نهایتا راهی ندارن، اوکی بذاریم ببینیم از کجا میتونیم یک راه حلی پیدا کنیم، با هم فکر میکنیم ببینیم که. من الان مثلا به پدر مادرها میگم که وقتی بچه یه سوال از شما میکنه جواب ندید، ببین تو چی فکر میکنی، به نظر تو چی میشه، چجوری، چرا اینطوریه. بچه ها تو مدرسه با من بازی نمیکنن، با تو فقط بازی نمیکنن یا با بچه های دیگه هم بازی نمیکنن، به نظر تو چرا بچه های با یکی نمیخوان بازی کنن؟ چقدر مثلا چه من میبینم تو روزا دلت نمیخواد بری مدرسه، پس برای همینی که نمیخوای بری مدرسه. ناراحتی؟ خب خیلی سخته. منم بچه بودم، من کسی با من بازی نمیکرد ناراحت میشدم، منم خیلی سختم بود. یا خیلی اوقات من وقتی با خانواده ها کار میکنم، مثلا بچه ها برادر خواهر با هم مشکل دارن، از پدر مادرها میخوام که شما بگید که وقتی بچه بودین با برادر خواهرتون چجوری بود رابطتون، یا با پدر مادرتون چجوری بود رابطتون. خیلی اوقات نرمالیزه میکنه، میدونی چی میخوام بگم، خیلی اوقات به بچه‌ها این احساس میده پس تو نسل‌های قبلی هم این چیزا بوده، عادیه. نه. ما تقریبا 14 دقیقه کلا وقت داریم، ولی من میخوام یه بحث دیگه ای رو باز کنم اینجا تو این دقایقی که داریم، اون هم در نسبت با خشونتیه که فرزندان بزرگسال نسبت به والدین اعمال میکنن. این رو حالا میتونیم، شاید خیلی چیزی که تو ذهن همه میاد دیگه اینه که مثلا پدر مادری که در دیگه کهنسالی هستن و ناافتاده، یعنی ناتوان هستن، افتاده هستن، اینا این نوع خشونت یه نوع خشونته، یه قبل از اون هستش که شاید به نوع دیگه ای پیش میاد، ولی فکر کنم راجع به این هم خوبه که صحبت کنیم که اون والدین هم در موضع ضعف قرار میگیرن وقت مورد چه نوع خشونت. خب ببینید، من فکر میکنم که خانواده هایی که واقعا توشون خشونت بوده و یه موقعی این خشونت اعمال شده به بچه‌ها و هیچ وقت در مورد صحبت نشده، روش کار نشده، تراپی نرفتن، پدر مادر بابتش معذرت خواهی نکردن. ببینید خیلی از کسایی که من باشون کار میکنم واقعا دوران کودکی بری داشتن و پدر مادرشون رابطه خوبی دارن. چرا؟ چون پدر مادرها بعدها بارها احساس پشیمانی کردن، گفتن که ما آگاهی نداشتیم، اطلاع نداشتیم، ببخشید که ما واقعا نمیفهمیدیم،
یکی برگشته گفته که پدر من مثلا بچه بودم، مثلا خودم پدر نداشتم، بی پدر بزرگ شدم. مامانه برگشته گفته من مادر نداشتم، دست مثلا نامادری بزرگ شدم، هر روز یه فصل من کتک میزدم. داستانهای زندگی خودشون به بچه هاشون گفتن و واقعا بعد جبران کردن. میدونی چی میخوام بگم؟ به اونجا نمیرسه معمولا. خب حالا یه سری آدم ها هستن که خب من میگم آدم های بوردر لاینن، یا سفید میبینن یا سفید سیاه میبینن، آدمایی که بایپولارن به هر صورت. خب تعادل، خب یه سری آدم ها به خاطر در واقع لیمیت ها و محدودیت های روحی روانی که دارن نمیتونن، یعنی این کار، یعنی در واقع وای میسن و این مدل خشونت ها رو اعمال میکنن در بزرگسالی. یه بخش زیاد خشونت توسط بچه ها به خاطر اعتیاد به مواد مخدره. من فکر کنم بیشترین خشونت به خاطر اعتیاد مواد مخدره ببینن، چون هم از نظر مالی، هم از نظر جسمی، هم از نظر روحی روانی پدر مادرها واقعا مورد خشونت واقع میشن توسط فرزندانی که اعتیاد آلوده شدن، معتادن. یه بخششون هم واقعا فکر میکنم، میگم برمیگرده به اینکه تصمیم گرفتن، احساس میکنن پدر مادر عوض نشدن. خب تصمیم میگیرن که حالا خشونت نه، شاید با بیمحلی، با قطع رابطه با پدر مادر، به نظر من یک مدل خشونت اینه. شما پدر مادر که تو رو بزرگ کردن دیگه نمیخوای ببینی. خب ولی بعضی وقت من میگم این خشونت شاید تنها راهی که اونا برای خودشون پیدا میکنن که خودشون حفظ کنن، چون احساس میکنن هنوزم که هنوزه من وقتی میرم خونه مامانم به من احساس میکنه تو آخر آدم نمیشی، تو مثلا هنوزم شلخته ای، بلد نیستی بچه تو نگه داری، این چه وضع شوهرداریه، این چه وضع نمیدونم کاره، چرا درآمد خوبی نداری، چرا مرد مناسبی برای زنت نیستی، چرا، میدونی، میخوام بگم هنوز که هنوزه. و وقتی نمیخوان دوباره مورد خشونت واقع بشن. حالا درسته پدر مادر این خشونت رو جسمی نمیکنن، ولی بازم اینی که تحقیر میکنن بچه هاشون رو. نگاهشون یک نگاه ارزشمندانه نیست به بچه هاشون، و بچه هاش بزرگ بالغشون به خاطر اینکه بخوان خودشون رو حفاظت کنن یک فاصله میذارن. خب قطع رابطه میکنن. من نمیگم درسته، من به عنوان در واقع مشاور خانواده امیدم اینه که آدم ها بتونن برن کمک بگیرن، چون به نظر من خانواده درمانی اگر درست انجام بشه خیلی از مشکلات رو میتونه حل کنه. برای اینکه به آدم ها فرصت میده که بتونن احساسات تلمبار شده سالیان سال و ساپرس شده در واقع فرو خوردهشون رو بگن و صاف کنن رابطهشون رو با هم دیگه. ولی خب بعضی اوقات نمیشه، بعضی آدم ها متاسفانه پدر مادرای خودشیفته، نمیتونیم باشون حرف بزنیم، نمیشه. بعد میگن بچه هم به ما خشونت میکنن. ببخشید دیگه یه جایی رسیده که بچه دیگه نمیخواد خودش رو حفظ کنه، دیگه نمیخواد آماج گلوله ها شما دیگه واقع قرار بگیره. راجع به اعتیاد پرسیدم، برای اعتیاد فرزندان آیا چیزی میتونیم صحبت کنیم الان یا اینکه بعد برنامه مجزا؟ واقعا برنامه برای که خیلی بحث مفصلی، من نمیخوام با من اینم یادداشت کردم در مورد ما در مورد اینم صحبت خواهیم کرد. خانم پور عبدالعزیز، این دقایق آخر که داریم، شاید حالا توی صحبتاتون بود که چه راهکارهایی به نظرتون میاد که پدر مادرها بخوان انجام بدن، اما الان اگه بخوان یه جمع‌بندی کنین که وقتی با خشونت فرزندان مواجه میشن چگونه بهش نگاه کنن، راجع به چی فکر کنن و چی کار کنن، ممنون میشم. من برای پدر مادرها به طور کل، من نه، همه کسایی که به نظر من همکار منن، یه توصیه داریم. این توصیه خیلی مهمه. وقتی یک رفتاری رو میبینیم، خب در سنین پایین بچه های ما از همون ابتدا، به جای قضاوت کردن سعی کنیم بفهمیم. به جای تنبیه کردن سعی کنیم کنجکاو باشیم ببینیم چرا. اگر کنجکاوی رو به جای تنبیه و تأخیر استفاده کنیم و سعی کنیم ببینیم چرا بچه من نمیخواد شبا من بخوابونمش، چرا بچه من منو هول میده، اگه بچه من دو سالشه نمیخواد من بخوابونمش، بلکه یه موقعی میخواد احساس کنه که خودش تو کنترل چیه، دوست داره اون کنترل کنه که کی بخوابونتش، نه اینکه من مامان بدیم، نگم اوکی من دیگه نمیام اینو بخوابونم، این بچه اصلا بی چشم روه، میدونین؟ نه، بچه دلش میخواد ببینه میتونه کنترل کنه، یه بار بابایه، یه بار مامانه، یه بار کتاب بخون، یه بار این میخوام. بچه داره مرزهاشو داره چک میکنه، میخواد ببینه زورش به اطرافش چقدر میرسه. یه بچه بزرگتره، بچه 5-6 ساله است که احساس میکنیم که رفتارش، رفتاری که ما رو نگران میکنه، بازم به جای اینکه اول تنبیه کنیم سعی کنیم قضاوتش کنیم به عنوان یه بچه بی ادب، سعی کنیم کنجکاو باشیم ببینیم بفهمیم شاید واقعا ریشش در رفتار ماست،
شاید چیزی که توی خونه است. ببین من یادمه با یه خانمی کار میکردم توی بلژیک، این خانم مال اوکراین، اوکراینی بود فکر میکنم، بچهش واقعا بچه‌ای بود که من از وقتی تو شکم مادرش بود من این مادرش رو میشناختم، یعنی بچه‌ای بود که من واقعا تمام دوران بارداری، دوران نوزادی من با این بچه و مادر، یعنی در واقع حیث اینا رو دنبال کرده بودم. برای بچه یه خرگوش خریده بودم. بعد فکر کنیم بچه چیکار کرده بود با خرگوش. بچه 2 سال خورده ایش بود، مادر با گریه اومد پوست خرگوش کنده بود. خب گریه که من میترسم از این بچه‌م، پوست خرگوش اینقدر، فکر کنید خرگوش لخت بود تنش، فکر کنید خرگوش رو. بعد ما برای این برخره برای بچه یک روانشناس کودک پیدا کردیم و نگران که خب این چی شد. بچه شاهد خشونت دوست پسر مادرش به مادرش بوده که داشته به زور بهش تجاوز میکرده. خب به زور میخواسته باش رابطه برقرار کنه. خب یعنی من میخوام بگم شما این بچه، این بچه بچه غیر طبیعی نشد، بچه بدی نشد، بچه بود که واقعا بچه نرمالی شد بعدن. ولی چه کاری کردیم؟ با خاطر اون جلسه‌ای که دیده بود و اون سنی که دیده بود، مدت‌ها این بچه رو یک سایکولوژیست، یک روانشناس دید و کار کرد با احساسات این بچه. و هیچ وقتش بچه هیچ کار دیگه، این بچه کاملا طبیعی بود، هیچ بچه هیچ چیز غیر طبیعی تو این بچه نبود. در واقع خشمش و اون ناتوانی که در دفاع از مادرش داشته رو روی اون خرگوش. دقیقاً. میدونی من برای همین میگم به جای اینکه قضاوت کنیم بگیم این بچه مریضه، این بچه مشکل داره، و بچه وقتی میفهمه مشکل داره فکر میکنه مشکل داره و بعد خودش رو اینجوری تعریف میکنه من یه بچه مشکل دارم، یعنی بهش داریم چراغ سر رو، تو بچه مشکل داری بکش، بزن، بشکن، تو که مشکل داری، امیدی به تو نیست. یعنی ما یک رفتار بچه رو جوری بهش بازخورد میدیم که انگار که سرنوشت تو همینه، تو قراره آخر سر از کارت سر از زندان در بیاد، آخر یک آدم لاابالی بی خود میشی، آدمی میشی که مثلا فرض کن از ناکجا با سر در بیاد. وقتی ما اینو میگیم بچه واقعا فکر کنه هویت خودش اونجوری تعریف میکنه طبیعتا. ولی وقتی ما به بچه بگیم من میدونم که تو واقعا بچه خوبی هستی، من میدونم که تو بچه میدونی نرمالی هستی، ولی این کاری که تو کردی کار بسیار بدیه، این کار تو کار بدیه، این کارو نمیتونی انجام بدی، و اینکه مشکل این که بچه‌ها مثلا تو مدرسه بچهای ناسازگارین، با شاگردای دیگه بازی نمیکنن، بلد نیستن مهارت‌های ارتباطی رو تو خونه یاد نگرفتن، بلد نیستن مشکلاتشون حل کنن، با وقتی یه بچه‌ای باشه میخواد بازی کنه یه چیزی بهشون بده هولش میدن، یا چیزاشو میدوزن میارن خونه. میدونی بعد مشکل پیدا میکنن، دوست پیدا نمیکنن. من به بلژیک یه مدتی با بچه‌های که از مدارس اخراج شده بودن کار میکردم، بین 12 تا 18 19 سال، خیلی هاشون که یه ذره بزرگتر بودن از 15 به بالا که از این دارالتدیبا اومده بودن، از زندونی که مال نوجوانا اومده بود، دیگه کامل یاد گرفته بودن تمام مدل کارهای خرابکاری رو. خب چیکار کرده بودن؟ ماشین معلم رو توی حیات مدرسه آتیش زده بودن، کلاس آتیش زده بودن، چاقو به پای همکلاسیشون زده بودن، زن حامله معلم حامله رو هول داده بودن، سخت جنین کرده بود، یعنی اصلا شما باورتون نمیشه چه کاره، ماشین دزدیده بودن، همه کار. ما اونجا مثلا صبح که میرسیم کیفامون رو یه جایی که قفل میشد میذاشتیم، کلید میکردیم، موبایلامون هم همینطور، چون تکون میخوردی میدزدیدن. فکر کنید و اکثرا وقتی شما میرفتی توی زندگی این بچه‌ها میدیدی واقعا این بچه‌ها میتونستن یه زندگی دیگه داشته باشن، آسیب دیده بودن، اکثرشون آسیب دیده بودن، پدر مادرای مهاجری که نتونسته بودن با بچه‌ها خودشون به روز نگه دارن، اتوریتهشون رو بچه‌هاشون از دست داده بودن، بعد بچه‌ها دنبال کسای دیگه‌ای که میدونین رهبرای باند و باندای چه می‌دونم گنگ توی خیابون، و برای اینکه احساس کنن شخصیتی دارن دنبال اونا کرده بودن اکثرا. ولی واقعا وقتی که شما داستان زندگی این بچه‌ها رو، من به ندرت دیدم یه کسی کار خلاف کرده باشه، واقعا خلافکار بوده باشه، برای اینکه واقعا انگار که کوب کردنش با شرایط باعث شده که اون کارو بکنه. توجیه دارم نمی کنم، ولی میخوام بگم ما به عنوان در واقع روان درمانگر اولین کاری که میکنیم اینی که ما برچسب نمیذاریم طرف دیوونه است. مثلا بعضیا میگن آ چقدر شما مثل ما آدمای مثلا خلوچل میبینیم، ما آدم خلوچل نمیبینیم اینجا، ما آدمای نرمال میبینیم، به خدا همشون نرمالن، همه آدمایی که ما میبینیم نرمالن، چیزهایی براشون اتفاق افتاده که یه جورایی نیاز دارن در موردش بیان صحبت کنن، اگر شانس داشتن صحبت کردن که میان صحبت میکنن، بچه‌ای که شانس نداشتن صحبت بکنن واقعا آسیب میبینن دیگه، در آسیب میبینن، آسیب میزنن به دیگران متاسفانه. بسیار عالی، ممنونم خانم پور عبدالعزیز، متشکرم از صحبتاتون، مرسی که با ما بودید. دوستانی که با ما هستن
کسانی که پرسیدین که شما مثلا که ایمیلاتون رو چک نکردین، خانم پور عبدال گفتن ایمیلاتون رو چک کنیم به هر حال من ایمیل هم مرتب چک میکنم. شاید مثلا اینا که به اینستاگرام پیام میدن، چون من اینستاگرامی گفتم، خب همیشه گفتم فرصت زیاد نمیکنم به اینستاگرام پیامامو چک کنم، ولی اگه ایمیل بدن ایمیلامو چک میکنم. بله حتما لطفا اگر که اگر توی این گروه های اجتماعی هستین که من الان دارم میگم، میتونید از این امکان ایران وایر استفاده کنید و به شکل رایگان با خانم پور عبدالله عزیز در ارتباط باشید. الان میگم چه گروه هایی، ولی اگه توی این گروه ها نیستین میتونین از طریق ایمیل توی صفحه خودشون که برین ایمیلشون هستش و راه های ارتباطی با خودشون میتونید باهاشون وقت بگیرین. این لایو هم سیو میشه مثل همه لایو ها و در هم استوری میذاریم، هم در صفحه ایران وایر و صفحه خانم پور عبدالله عزیز. این گروه های اجتماعی که در واقع ایران وایر میتونه ساپورت کنه بابت اینکه مشاوره رایگان داشته باشین چندین جلسه با خانم پور عبدالله، گروه هایی هستن که اهالی رسانه هستن، معلم‌ها و کارگرها هستن، کسانی هستن که در عرصه حقوق کودک کار میکنن، اقلیت های مذهبی اگر عضو هر کدوم از مذاهبی هستید که اقلیت مذهبی محسوب میشه، میتونید که از این امکانات استفاده کنید. بچه هایی که آسیب دیدن در اعتراضات، خانواده های بچه هایی که آسیب دیدن یا عزیزشون رو دست دادن، خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی که در واقع از زندان امیدوارم همشون هرچه زودتر آزاد بشه، ما یه روزی داشته باشیم که زندانی سیاسی نداریم در ایران، ولی اگر آزاد شدن و میخوان از این امکانات استفاده بکنن میتونن. اگه اطرافتون کسی رو دارید لطفا بهشون خبر بدین. من همه رو گفتم خان بله من فکر کنم همه رو من فکر کنم هیچ چیز از حالا ننداختم. بله بعد یه چیزی فقط یه تناقضی که این افراد باید یا تو ایران باشن یا تو کشورهای اطراف ایران، یعنی اگه تو کشورهای باشن کشور اروپایی آمریکای شمالی اینا بهشون تعلق نمیگیره. تعلق نمیگیره در واقع، یا در داخل ایران یا اینکه در واقع ترکیه در تو مسیر در واقع رسیدن به مکان رسیدن باشن، اونها میتونن از این امکان استفاده بکنن. و لطفا به اطرافیانتون بگین، لازم هم نیست راجع به اون حوزه‌ای که ما داریم میگیم صحبت کنین، راجع به هر چیزی که خواستین میتونین صحبت کنین. و همین، مرسی که با ما بودین. ما هفته آینده نیستیم متاسفانه و دو هفته بعد در خدمت دوستان و مخاطبان ایران و این برنامه هستیم. اولین لایو بعد از سال نومون، سال نو میلادی، بله. روز دو ژانویه است، شنبه 2 ژانویه است. طبق معمول همین ساعت در خدمت شما. طبق معمول همین ساعت با شما هستیم. موضوعش از قبل اطلاع‌رسانی می‌کنیم. مرسی از پیشنهاداتی که دادین، من یادداشت کردم و با خانم پور عبدالله عزیز در میون می‌گذارم. اگر شما نکته ندارین ما برنامه رو نه ببنید. من فقط تشکر میکنم از همه دوستانی که همیشه همراه ما هستن، به ما واقعا این امکان رو میدن که این لایف ها رو ادامه بدیم، انگیزه میدن که این لایف ها رو ادامه بدیم. و واقعا امیدوارم که بتونیم تا جایی که، چون الان 3 سال فکر میکنم بیشتر از 3 سال ما داریم این کار انجام میدیم، اگر لطف کنید موضوعاتی که براتون جالب هست، من همیشه گفتم بیا به من یا به آیدا ایمیل کنید و ما رو در جریان نیازهای خودتون بذارید که ما بتونیم حداقل به نیازهای شما جواب بدیم، من سپاسگزار میشم. مرسی ازتون. دوستانی که ما رو دنبال میکنین، امیدوارم هر کجای جهان که هستید حال دلتون تا جایی که میشه خوب باشه، جاتون امن باشه و به فکر دیگران هم باشیم. اگر که فرزند هستیم به والد خودمون نوع دیگری نگاه بتونیم بکنیم، اگر فرزند داریم امیدوارم بتونیم فرزندانی رو داشته باشیم که بهشون یاد بدیم که گفتگو بلد باشن بکنن، خشمشون هم به رسمیت بشناسیم. مواظب خودتونم باشین تا 2 هفته دیگه با یه برنامه دیگه که با شما. شب و روزتون خوش.